سرکار خانم فرهودی؟ بله بله بفرمایید. ببینین اگر ماجرا انقدر حساس نبود که من بله؟ ببخشید من متوجه نمیشم منظورتون. آقای زاکری بابت همچین ماجرای نه خیلی ممنون. نه نه خیر بودو ببینم. خانم پویان قرصتون رو الان باید بخورین ها. ببخشید خدافظ. بودو ببینم سرمونه ها. سلام. سلام. کجا تشت میبری؟ سر امیرآباد لطفا. بله. مادر بزرگ به صحبونه داد؟ امروز از تولدمه. امروز جشن تولد تو نیست، جشن تولد امیر حسینه. جشن تولد شما مثلا باید هر روزو بشموری تا 30 بار که بشموری میشه جشن تولد شما. بعد ولی امروز عوضش کیک میخوریم. الو آره بذار ببین چی دارم برای دوست دیستم کن. ببین اینو ببر. اینه باد کن. بسه 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 حالا ما حالا کلا آقا آقای کلا خوشی کلا آقای سیدون بیشه جا پریشون شون 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 بود تو پایین بود تو چند کس پیده کردی؟ سلام سلام کردی؟ سلام سلام صبح بخیر صبح بخیر صبح بخیر صبح بخیر نهار امروز دوست نداره عزیز دل من. ببین اگه کارم داشتی بگو خاله بهم زنگ بزنه. خیال راحت باشه قربونت برم. آخ راستی امانتی تا آوردم ببخشید یکم دیر شد شرمنده. خدا اگه اینقدر ماجرام حساس نبود اصلا ازت نمیگرفتم. قابلت هم نداشت. دست درد نکنه ببخشید دیگه. انرژی مثبت برام بفرست. ان شاء الله که موفق باشی. برم کارم داشتی زنگ بزن خودت خیال راحت. قربونت خدا. کجا برم؟ من اسمتون میشه بدونم؟ بنده کیانی هستم. آقای کیانی عزیز من به مدیر آژانس گفتم که اگه ممکنه یه آدم مطمئن بفرستن که همه کوچه پس کوچه های شهرم بلد باشه چون یه کاری دارم که حداقل 5-6 ساعت فکر کنم طول بکشه. برعکس من امروزم خیلی گرفتار بودم. راستش اینه که یه ماجرایی داشتیم قرار بود که امشب یه خواستگار برای دختر بنده بیاد. حالا کارتون چی هست؟ والا این بچه رو که الان دیدین پدرش امروز دادگاهی داره، یعنی روز آخر دادگاهشه امروز دیگه حکمشو میدن. توی یه شرکتی کار میکنه اونجا با یه نفر درگیر شده. اتفاقی طرف افتاده سرش ظاهرا خورده به یه جایی و فوت کرده. حالا شاید بخوان قصاصش کنن. چند نفر شاهد ماجرا بودن ولی نمیان. 2-3 نفر که حاضر بودن بیان دیشب عقب کشیدن. خواسته ماجرا خیلی پیچیده شده. فرصت زیادی ندارم برای اینکه بتونم شاهد پیدا کنم امروز. بس کارتون خیلی عجله ایه. آره بله وکیلش گفته که من اگه بتونم خیلی وقت بخرم و دادگاهو نگه دارم تا 3:30 با این وقت کم شما فکر میکنید که ما بتونیم همه این آدرس ها و این آدم ها رو پیدا کنیم؟ یه جوری سعی کردم به ترتیب بنویسم. بله بله این اولی که زاکریو اصلا نمیخواد ولش کنین. قیاسی هم آدرسش ظاهرا عوض شده. بقیه 6 نفر بقیه رو ببینین که نزدیک هم هستن. حالا چرا زودتر نرفتین سراغشون تو یه روز با این عجله؟ گفتم ما شاهد داشتیم دوتا دیشب عقب کشیدن. نمیدونم چرا. ای بابا عجب آدم های بی‌انصافی پیدا میشن. چرا عقب کشیدن؟ ترسوندنشون دیگه آقا. برای اینکه کسی که فوت کرده برادر رئیس شرکته.
میترسن از کار بیکارشن، میترسن یه بلایی سرشون بیاد. آجا. از اون کله گنده ها خیلی با نفوذن. من به نظرم میرسه که اینجور وقتا یک وکیل خوبه. وکیل خیلی خوبه، همه سعیش هم کرده، منتها خوب طرف مقابل که بیکار نمیشینه که. حالا با این تفاصیلی که گفتید من فکر نمی کنم با این فرصت کم با شما راه بیان. لااقل با تلفن یه صحبتی قبلش باشون میکردیم. فایده نداشت، کردیم این کارو. این آقایی که گفتین الان زندان هستن و دادگاه دارن شوهر شما که نیستن نه؟ نه خیر، من متأهل نیستم. آه، پس از بستگان هستن؟ نه، در واقع من فقط مربی مهد این بچه‌ام. منتها مادرش رو از دست داد، دو سال پیش سرطان گرفت مادرش. بعد مادر بزرگش هم که مادر همین آقای پویان باشه، اونم خیلی پیر و مریض و ایناس، کاری از دستشون بر نمیاد. برای همین من اصلا افتادم دوباره کارشون دیگه. یعنی برادری، خواهری، فامیلی، هیچ کس؟ نه هیچ کس ندارم. یکم جلوتر که برین نمایشگاه ماشین سر نبش، اونجا یه لحظه وایسین من سریع برمیگرم. الان میام. جسارتاً عذر میخوام، ماشین خودتون بود نه؟ بله. چند فروختین اون وقت؟ 12 تومن. به نظرم یکی 2 تومن زیر قیمت فروختین. نه آخه دیگه چاره ای نداشتم. سلام آقای مومنی. سلام خانم. مگه نگفتم بی خود نهیم، برای چی اومدی؟ ببینید من میخواستم ببینم شما برای چی عقب کشیدین، فقط همه. من دلیلش بود وکیل پویان گفتم. خب اون هیچی از حرفای شما سر در نیورده، اول میگین دیدم بعد میگین ندیدم. اولا که پیران قبل از من کنار کشید، شهادت من تقرام که فایده ای نداره. ثانیا من کی گفتم اون گناهکاره؟ میگم شهادت دادن من کار بی خودیه، واسه اینکه دقیق همیشه رو ندیدم. همین شما گفتین همه، چون من با چشم خودم دیدم اون بی گناهه. حالا الان میگین نه. خانم من فقط دیدم که مسعودی مش کاغذ و پاشید تو صورت پویان، پویانم عصبانی شد، یه چیزی گفت و رفت که من نشدیدم. بعدش هم مسعود رفت دنبالش، یقش گرفت، با هم گلاویز شدن. تو همین لحظه تلفن زنگ زد، منم جواب تلفن رو دادم، واسه همین بقیه صحنه رو واضح ندیدم، نمیدونم و نشدیدم. ولی میگن پویان بهش گفته بیاد حسابتو بده. آخه پویان همچین آدمیه که اینجوری حرف بزنه؟ گفته ظاهرا مر... سلام. چشو نمیدونم، میگن نمیام. آقا شما که میدونی پویان بچه خوبیه. شما دیگه چی میگی واسه خودت خانم؟ میگم گناه داره، من میشناسمش، مادرشو میشناسم، بچه‌ش هم دیدم، خیلی بیکس و کار. آدمه بیکس و کار خیلی زیاده خانم. شما دخالت نکن، بفرما تو. دخالت نکن چیه؟ تو چرا اینجوری میکنی؟ یه روز میگی میرم، یه روز میگی نمیرم. اصلا تکلیفت با خودت معلوم نیست؟ بله تکلیفم با خودم روشن نیست، واسه اینکه نمیدونم حق با کیه. اینو که شما نباید بدونی. پس چی باید بدونی شما؟ قانون. قانون. دادگاه. من که جلو دادگاه نگرفتم. خب بدونه میاد. بفرمایید تو خانم. شما خواهش میکنم، تو رو خدا راضیش کن، ببینم چی میشه. آقای مومنی شما رو ترسوندن نه؟ لعنت خدا بر شیطان. خانم هیچ که من رو ترسونده به خدا. چرا دیگه ترس دارم؟ باید برم شرکت. شرکت که تعطیل، امروز هم رفتم مراسم. خانم شرکت ما یه شرکت بین المللی. آقای مومنی باید التماس کنم؟ اینجور وقت ها معمولا دادگاه برای این شاهدا احضاریه چیزی نمیفرسته. نه خب اینا که توی دادگاه اول نبودن که، بعدا گفتن ما میاییم. خب شاید این بنده خدا اصلا ماجرا رو ندیده، داره راست میگه. اگه ندیده بود که نمیگفت میخوام بیام شهادت بدم. دیده، منتها میدونیم. ببین قضیه اینجاست که اینا یه همکاری داشتن، یه خانومی که تو شرکت بود. بعد این همون روز اول اومد کلانتری و شهادت داد که پویان بیگناه. به یه فاصله خیلی کوتاه بیرونش کردن از شرکت. فقط همین خانم اومده، یعنی به نفع این آقای پویان شهادت داده یا نه مثلا کسای دیگه ای هم بوده؟ فقط همون خانم شهادت. البته نامزد داره ایشون. نامزدم رفته با شیرزادا درگیر شده، ازشون شکایت هم کرده، منتها خب دستش به جایی نرسیده دیگه. میگم حالا این طرف چطوری مرده اصلا؟ ظاهرا پاش لیز خورده، سرش خورده به یه جای تیز.
عجب، متأهلم بوده ایشون؟ نه مجرد بوده. عذر میخوام جسارتا، من هم بدونم که شما مطمئنید که این آقای پویان بیگناهه؟ یعنی من به واسطه بچه شون الان 2 ساله که با این خانواده در ارتباطم، اصلا اهل دعوا و درگیری و دروغ و این چیزا اصلا نیستم. بعدم از این مهمتر این که تمام حرفایی رو که پویان گفته عیناً شاهدام همونو گفتن، فقط مشکل اینه که نمیان دادگاه. خب نمیشه از این شاهدا شکایت کرد مثلا؟ میشه، اما وکیل پویان میگه اگه این کارو بکنیم ممکنه چون به زور اومدن علیه خودمون حرف بزنن. اینم نکته ایه، بالاخره اونا کارشون رو بهتر بلدن. الو آقای مکوندی سلام، از صبح به راه هم دیگه، اول هم رفتم پیش مؤمنی، میگه الا وللا من دیگه نمیام. نمیدونم، نه دیگه الان دارم میرم دنبال بقیه ببینم کیو میتونم راضی کنم. فقط تو رو خدا شما یه جوری نگه دارین ماجرا رو دیگه. پویان آوردن؟ اه؟ من میتونم باهاش حرف بزنم؟ نه یه لحظه فقط، چون خیلی خوب باشه. باشه خدا حافظ. نمیتونه حرف بزنه بر اینجور وقتها، اینا رو تحت الحفظ میارن دیگه، موبایل و اینا که اصلا نمیتونن صحبت کنن. ببخشید، منزل آقای کامران؟ بله، شما؟ من از طرف یکی از همکاراشون اومدم. آها، میتونم باهاشون حرف بزنم؟ تو راه پلاس داره میاد پایین. بله، خیلی ممنون. خواهش میکنم. سلام. سلام، بفرمایید. ببخشید آقای کامران؟ شما؟ من فرهودیم، همکار وکیل پویان. اومدم ازتون خواهش کنم امروز بیاین دادگاه و شهادت بدین که اون بیگناهه، وگرنه قصاصش میکنن. خانم من قبلا شهادت دادم. خب چیزی که شما گفتین واقعیت نداره. واقعیت باید دادگاه تشخیص بده نه شما. خب دادگاه از رو حرفای شما تشخیص میده چی درسته چی غلط. خب تشخیص بده خانم، من که نگفتم اون کشته. خب چیزی که شما گفتین از این بدتر بوده. ببینین این آدم همکارتونه. ببخشید شیرزادم صاحبکارمون بوده، بیگانه نبوده که. جون پویان الان مطرحه. من کار دارم خانم. این همونه که شهادت دروغ داده. بله بله. خانم صدا میشنوی؟ خانم فرهودی؟ بله. خانم فرهودی؟ جانم. ببخشید شوهرم رفت؟ بله رفتن. خانم باور کنیم کامران آدم بدی نیست. اونا وادارش کردن اون حرفو بزنه. از شیرزادا فام گرفته، بهشون بدهکاره. اگه حرفی علیهشون بزنه براش درد سر درست کنم. آقای کامران، آقای کامران، یه لحظه ببخشید، معذرت میخوام. یه لحظه. ببینید، من میدونم شما به خاطر بدهی که به شیرزاد داری مجبور شدین شهادت دروغ بدین. اما وکیل پویان میخواد از شما شکایت بکنه تو دادگاه. و اگه بتونه ثابت کنه شهادت شما جلوی این نفر به خطر انداخته. شما داری منو تهدید میکنید دیگه. نه، من فقط میخوام بگم به عاقبت کارتون فکر کنین. به خاطر خودتون، خانواده‌تون، پویان، بچه‌ش. وقتی اون اتفاق افتاد کسی نمیدونست چی بگه چی نگه. شیرزادم میدونست کسی علیه پویان شهادت دروغ نمیده. خب برادرش مرده بود، پویان مقصر میدونست. برای همین همه رو جمع کرد تو دفتر قبل از که پلیس بیاد، یه جوری بهشون فهمون که علیه برادرش شهادت نده. این شد که بعضی تصمیم گرفتن سکوت کنن، بعضی هم حرفی زدن که اصلا چیزی رو ثابت نمیکرد. حالا کی واقعا صحنه رو دقیق دیده یا نه؟ یکی که علیه شهادت داده گفته که پویان عمدن هول داده این آدمو پایین. آره ولی فقط همون یه نفره، کسی هم وادارش نکرده، خودش اینطوری فکر میکنه. خب میدونم اگه واقعیت نداره چرا باید همچین حرفی بزنه. بچه‌ها میگن هر کی صحنه رو با دقت ندیده باشه همین فکر میکنه. باور کنی همش تو یه دقیقه اتفاق افتاده، اصلا نفهمیدیم چی. این که گفتید این آقای پویان آقای شیرزاد رو کشیدن بیرون رو فقط شما توی دادگاه گفتین یا اینکه مثلا کسی دیگه؟ برادرای شیرزاد هم تو بازجویی همینو گفتن، هرچند دروغه. خب ببینید، من میدونم شما الان نمیتونین شهادتتون رو پس بگیرین، باشه، ولی بیاین توضیح بدین همین. من صحنه رو ندیدم،
اینو قبلا تو دادگاه گفتم. تنها اشتباه من این بود که تو اون شرایط حرف شیرزاد رو تایید کردم. حالا پس گرفتن حرف من کمکی به پویان نمیکنه. شیرزادام عین همین رو گفتن. دو نفرم کافیه دیگه. این برادران شیرزاد مگر خودشون شاکی نیستن؟ چرا؟ آقای شاکی یعنی میتونه بیاد مثلا خودش شهادت بده؟ نه نمیتونه. خب اگه اینطوری باشه که حرف منم تأثیری نداره. شما هم فقط یه نفرم دیگه. کس دیگه این حرفو نزده. خب الان شما به هر حال همکاراتونو بهتر میشناسین. الان کسی هست بیاد شهادت بده؟ حالا چه میدونم. بیشتر بچه‌ها طرف پویانن. منتها کسی اصلا فکر نمیکرد که بخواد قصاص بشه. ببین آقای کامران، ما واقعا به کمک شما احتیاج داریم. یکی رو معرفی کنین دیگه تو این فرصت کم. آن این نامرسونا آدم خوبی بود. کی بود؟ قیاسی. البته نه، اون الان رفته. مثلا آدرسش هم عوض شده، نمیدونیم کجاست. مش سفر. آدم با خدایی هم هست. اصلا تنها کسیه که بیرون بوده، با دقت تمام صحنه رو دیده. چرا نمیری سراغ اون؟ نه میدونم، هست اتفاقا تو لیستمون که بریم سراغش. آب قربون دستت من، همین بغل. بله بله بفهم. خیلی ممنون. بله ببخشید، بعد چیزی من الان دارم میرم مراسم شیرزاد، بعدش هم بهم گفتن بیام دادگاه. من خواهش میکنم به کسی نگید این چیزا رو من بهتون گفتم. خب یعنی میخواییم بیاییم دادگاه همونا رو تکرار کنیم؟ نمیدونم آقای. این آقای کامران گفت میخوام برم مراسم، منظورش مراسم همین آقایی بود که فوت کردن و اینا؟ نه، اون که چند وقت پیش بود، عموشون فوت کرده چند روز پیش مراسم. آه میگم، عجیب بود برام. یک سال میگین گذشت. الو، خدا بیامرز. الو سلام حاج خانم، ببخشید مزاحم شدم، مش سفر هستن؟ میگم تشریف ببرین خانم، میگم یک کلمه میخوام باهاش صحبت کنم. بلند شو. نکن آقا، این چه حرکتیه؟ زشته. میگم یک کلمه میخوام باهاشون حرف بزنم. میگم ایشون حرف ندارم. اجازه قربونت برم، شما اجازه بده. آقای مصطفی جانم فرمایید. آقای مصطفی بفرمایید. آقا جان من زبون نداره، شما جاش حرف میزنی قربونت برم. شر آوردی زبون دارم. شر من میذارم بیاد، حرفی هم نداره بزنه. تشریف آقا همین دو کلمه هر دیگه شما این خانم میخواین ایشون بزنه از کار بیکارش میکنه. تشریف ببرین آقا، ایشون جایی نمیاد. مصطفی چای نمیری؟ مصطفی یه لحظه بگو ببینم حرفت چیه. تشریف بیار مصطفی، بیا آقا، بیا تشریف بیار. مصطفی بالا غیرتن، تو اون روز با چشمای خودت دیدی چه اتفاقی افتاد یا نه؟ آره بابا جون من دیدم. چی شد بگو؟ من اون روز همین که اومدم تو حیاط دیدم آقا مسعود بالای پله ها یقه پویان گرفته داره بهش بد و بیرا میگه. پویانم اونو هولش داد از پله اومد پایین. مسعودم با عصبانیت دنبالش راه افتاد. وسط پله دوباره یقهشو گره، خواست پکشه بندازه، نمیدونم که آقا خوبیان دستشو گره به احفاظ پله و محکم سر جاش وایستن. اینطوری شد که دست خود آقا مسعود بل شد از پله افتاد پایین. موقعی ما برسیم بالا سرش بند خدا از دنیا رفته بود. یعنی شقیقش صاف خورده بود بیه میله فلسطین. آخه خدا بیامرزه. خدا بیامرزه. این پویان خودشو کشید عقب یا این آقا مسعود هل داد؟ چه جوری بود؟ نه بابا، اگه می‌خواست هلش بده که خودشو عقب نمی‌کشید. خب مصطفی برادر من، شما که اینقدر خوب صحنه رو واضح دیدی، چرا نمیای بگی یه بنده خدای بیگناهی از دار مجازات نجات بدی ها؟ چرا؟ چرا ساکت می‌شینی؟ اون ما هم اولم خواستم بگم، ولی گفتن آقا پویان بهش فوش داده و اونو کشنده بیرو. گفتم خب اینطور باشه اونم مقصر دیگه بابا. اینطوری شد که ساکت موندم. قربونت برم، این حرفا رو براش ساختن، دروغه. خودت میدونی اینا رو دیگه. چه میدونم والا، من که علم غیب ندارم. میترسم بیام شهادت بدم. اون به خاطر حرف من حق مردن و حق بشه و گناخونش بیفته گردن. مصطفی
شما تشریف بیار، هر چی که دیدی و بگو. اگه گناهی داشت گردن من خوبه؟ گناهی کسی که گردن کسی دیگه نمیرسم. و سلمو آدم عاقل باید خودش تکلیفشو بدونه. شهادت دادنم تکلیف و آمش سفر وقتی شک داری تکلیف نیست. به خود اصرار نکن. باشم آمش سفر، اگه این بند خدا بیگناه اعدام بشه، بچهش یتیم میشه، اون وقت گناهش میفته گردن شمایی که دیدین و هیچی نگفتی. رفته مسجد؟ باشه باشه، خداحافظ. از ببینید آقای کیانی، باید بریم سمت میدون فلسطین. حق با شما بود، اینا رو حسابی ترسوندن. من میدونم اینا فقط قصاص میخوان. فکر کنین ما بچه رو بچه کوچیک رو برداشتیم بردیم دم خونه شون، به این هوا که دلشون رحم بیاد. این پیرزن بنده خدا مادر پویان قضیه دادگاه و اینا رو میدونه، این یه ها دق نکنه قضیه رو بفهم. یه بار بردیمش زندان افسردگی گرفته. شما خودتون میخواییم بینیم از چه؟ چاره ای ندارم آقای کیانی. ببینید اون که کشوار مشکی پوشیده ریشه جو گندمی ماشینطوری داده یه دم این آبیه وایستاد فیروزه دیگه. بله دیدم. بغل لستش هم برادر کوچیکی هست که برادر دو قلوی این. اون وقت این دوتا برادر شاکی های اصلی هستن دیگه. نه، شاکی اصلی مادر است. اما بعد از فوت پدرشون حرف اول و آخر تو خونه این برادر بزرگه میزنه. فقط ببینید اینو من میشناسن، میشه یکم بریم عقب‌تر؟ بله بله. فقط یک مسئله، من این آقای پیران رو نمیشناسم، چطوری شناساییشون کنم؟ اسم کوچیکش حمیده، حمید پیران. دم در بگین صداش میکنن دیگه. شما بشینید تا بیام. آقای کیانی جانم، ببخشی تو رو خدا. نه نه نه، خواهش میکنم. حسین بفر. نه بذار خودم بکشم. بیا جلو. چنده؟ می‌بیستم. بیا. خواهد خورده ندارم من. نداری. نمیخوام. بیا. بیا دیویستم من دارم. کلا بردار. ببینم تو اینجا چی کار میکنی؟ سلام خانم شیرزاد. سلام و زهر ما. اومدی دنبال رضایت یا شاهد میخوان؟ من تسلیت میگم بهتون. بی خود تسلیت میگی. ببین فکر نکن ما از اون آدم های ساده و احمقی. ما همون روزی که اومدی عزو التماس کردی و رفتی، من دنبال کارتو داشتم، تتو تو در آوردم. فکر نکن نمیدونم با این پسر عاشق معشوقی میخوای هر جوری که شده، میخوای هر جوری که شده گندی که بالا آورده میخوای لاپوشونی کنی. نه تهمت میزنی، زشت جلوی مسجد. تهمت میزنم؟ تهمت میزنم؟ تو روز روشن جلو چشم اون همه آدم یه نفر هرزه عوضی اومده برادر منو بکشن داده، میفهمی؟ و تو اومدی اجازه بده، و تو اومدی میخوای خونشو پامال کنی؟ من نمیذارم. کور خونی، قاتله، آدم کشه، باید تقاس پس بده. خیلی خوب، خیلی خوب. ببین بیگناه آدم کشته. پس کی برادر منو کشته؟ نکنه این کارو. کی برادر منو کشته؟ عوضی؟ نه آشقال. کی برادر منو کشته؟ تو خدا پیغمبر میدونی چیه؟ من نمیدونم. خانم بگیم اینو باید.
اینقدرم زخم عمیقی نبود هاشه اختیازه خیلی به خودتون فشار نیارید به نظرم اینا هم خانوم من میگذاره بخورید برای فشارتون خوبه دوست داشتید هرچی بیشتر از عصبی بشین به نظرم رشته کار بیشتر از دستتون در میره برای شما هم درد سر درست کردم نه بابا اصلا به فکر من نباشید این پیران چی گفت؟ پیران گفت الان تو این موقعیت ما نمیتونیم حرف بزنیم یه وقت دیگه ای باید بریم صحبت کنیم آقای مکوندی خب سلام خانم افشار خودم هستم روشن فرهودی هم خوبی قربونه شما خوشبخت بشینیم تو ماشین ماشین من همینجاست بفرمایید ببخشید خواهش میکنم من شنیدم که شما دنبال کارهای پویانین همکار وکیلشین درسته؟ بله یه جورایی الان من با آقای مکوندی حرف میزدم گفتن که شما ظاهرا قیاسی رو پیدا کردین آدرسش و تلفنش رو بله چون پیکه اونور خیابون کار میکنم اونجا اتفاقا بهش زنگ زدم باشم قرار گذاشتم داره میادم اینجا اون وقت این چه جور آدمیه خانم افشار این فکر میکنین کمکمون میکنه میاد حرف بزنه آدم خوبیه راستش اون روز که این اتفاق افتاد بنده خدا رو هولش کردن گفت من هیچی ندیدم در صورت که مطمئنم که دیده چون کنار من وایساده بود مثلا مگه میشه من ببینم اون نبینه بعد از منم از اونجا اومد بیرون یعنی دیگه الان براشون کار نمیکنه من فکر میکنم که بتونیم رازش کنیم چون من واقعا از صبح دنبال آدمام و باورتون نمیشه این همه آدم اونجا بوده این همه آدم این اتفاقو دیدن یک نفر حاضر نیست بیاد شهادت بده نمیدونم در مورد منم شنیدین یا نه من توی بازجوی کلانتری هر چیزی رو که دیده بودم و واقعیت داشت و گفتم اونم با سند و مدرک جعلی برام پرونده اختلاس درست کردن و بعدش هم اخراج بله شنیدم مثلا باشون درگیر شدین و من دیشب یاد یه نفر دیگه هم افتادم آقای زاکری آقای زاکری نمیاد مطمئنی؟ نه ایشون نمیان میدونم من فکر میکنم بتونیم رازیش کنیم ما شما یه زنگ بهش بزن ببخشید میشه یه زنگ بزنین به آقای قیاسی بگین زودتر بیاد ما اصلا وقت نداریم الان بهش زنگ بزن یه اونا خودشون هم آقای قیاسی سلام خسته نباشید خسته نباشید الان میرسم خدمت ببخشید یه لحظه وقتتون رو فقط میخوام بگیرم آقای قیاسی برای یه چیز خیلی مهم خب هستی شما ببخشید من ترافیک رو تو خودم برسونم تو آقای قیاسی امروز دادگاه پویانه بله. شما که امروز دقیقاً دیدین چه اتفاقی افتاد من ازتون خواهش میکنم بیان هر چیزی که دیدین هر چیزی که واقعیت داره رو بگین تو دادگاه مگه اونو برش نکردم نه بابا اینو نگا نمیدارید ببخشید خب ان شاء الله امروز برش میکنن نه امروز میخوان حکم قصاصشو بگیرن نه خانم شیرزاده انقدرم خر نیستم برادرشون مرده بوده میخواستن یه ذره اذیتش کنن دروغ گفتن واقعا قصاصش بلدی شما آره دست شما درد نکنه آقا سی میشنوین من الان چی دارم بله در خدمت حرف ما رو گوش میدین الان بفهم خب جواب ما رو بدین دیگه بابا جان خواهر من که نمیتونم به این زودی تصمیم بگیرم من تو کلانتری گفتم هیچی ندیدم خب گفتین ندیدین خب الان اونا مجبورتون کردن که اینو بگین مگه نه مگه اینجوری نبوده خب چرا بقیه نمیان شهادت بدن من شش ماه اونجا کار کردم نه خب بقیه ترسیدن شما اگه بقیه ترسیدن من واسه بترسیدین نه خب خواسته چه حرفی شما میزنید ببین بقیه صبر کن بقیه برای این ترسیدن که هنوز دارن اونجا کار میکنن شما که دیگه اونجا نیستی اومدی بیرون چه فرقی میکنه اونا چی فکر کنن چی کار کنن شما شما تو این سرعت که آدم نمیتونه تصمیم بگیره شما یه ذره زودتر من نمیتونستم شما رو پیدا کنم نه آدرستون داشتم تلفنتون رو داشتم نه هیچی خب بالاخره ما بیکار که نیستم که منم کار دارم شهر من دارم میگم الان دو ساعت مونده به دادگاه شما وقت نداری ایشون داره شما تماس بگیرید من دارم چی وقتی هست گوش کن زنگ زدم میگم دو ساعت دیگه دادگاه تو میاد من دارم شما حرف میزنم نمیخوام بیام نه من خودم آقای زاکری من زنگ باشه زنگ یه پنج دقیقه باشید که من باهاتون حرف بزنم پنج دقیقه فقط
آره من شما وقتی آوردی و میگم کار دارم به خدا. ببینید من شماره شما رو تازه همین امروز پیدا کردم، وگرنه حتما زودتر بهتون میگفتم. همین دیگه، همیشه ما تو همه چی آخرین نفرای. دستمزد امروزتون رو من خودم کامل میپردازم. یه دفعه وایسی صحبت این حرفا نیست خواهر من. من بعد بپرسم ببینم چی به چیه، کی به کجاست. یا نه خب شما بیاین دادگاه، اونجا میفهمین چی به چیه. نه دیگه شما متوجه نیستی، آدم وقتی طرف حساب شیرزاداست نباید بیگدار با آب بزنه. خب پویانم همین اشتباه رو کرد خواهر من. 5 دقیقه وایسا. وایساسه آقای قیاسی، چرا فرار میکنی؟ ای بابا خانم گیر دادی ها، دنبال قاتل بروسلی. خب من بخوام به مغزم برسه فکر کنم. من میگم وقت نداری بچه ها رو میپیچونی. عزیزم قربونت برم، ایشون برای رضای خدا داره این کارو میکنه، شما هم یه زحمتی بکش مردونگی کن دیگه. آقا جان این شیرزاده هم آدم های هفخطی هستن، اگه بیام اونجا بگم آقا اینا وادار کردن منو که دروغ بگم، یا نمیتونن حرفمو ثابت کنن، یا اگرم ثابت کنم یه زاد و داستان در میارم، منم زن و بچه دارم. ببین اونجا وکیل پویان هست، این آدم ازت دفاع میکنه. آقا وقتی بلا ملا سر آدم بیاد وکیل به چه درد آدم بخوره؟ چه بلایی قراره سرت بیارن؟ برای یه کلمه حرف که نمیکشنت که. نمیکشن که، اینا هول میدن میافتی فاتح. ای اینو بزن این بالا ببخش شرمنده. شما سنگین شو سر بیا دست درد. این سویچ هم بی‌زحمت، حالا که زحمت کشیدی. هیچی دیگه، هیچی دیگه. یکم فکر کن، خب؟ به خدا شما بعد موقعی اومدی، من شرمنده. این به نظرم آدم خوبی میاد. عباس اما بهش مردنه میرم. یاسی، اینا چند تا؟ 120 تا، بازم خود بهش مرد. مقیهش؟ بابا موتور تریلی که نیست که، بس باشی یه کیکی بیارم دیگه. ممنون میشم، بعدش تو بیار. قربون تو برم. خانم تو رو خدا سیریش نشد، من اینجا آبرو دارم، از من میترسم خوبه؟ از چی میترسم؟ اگه بخوام ببرمت بیابون داریم میریم دادگاه. اگه شانس ماست که دریان بریم میشه بیابون، اصلا کجا معلوم اون آزاد که هم منو گرفتن؟ به چی باید این کارو بکنن؟ به خدا که شیرزادن، شیرزادن ها تو تریپ انتخاب گرفتنن، میخوان یکی رو بکشن این اصلا. حالا چه تیماری هست ما کوتاه‌تر که همیشه ما تو این چیزا اولین نفره. آقای قیاسی شوخیت گرفته، من میگم وقت نداریم، داره جوک تعریف میکنه برام. شوخیه چی خانم؟ مگه نمیگه تو الان زندون بوده؟ بله. مگه نمیگه میخوان قصاصش کنن؟ میخوان قصاصش. خب دیگه این همه آدم اونجا شما رو میشناسن. این همه آدم چرا خودشون نمیان شهادت بدن؟ حالا ما شدیم آدم. بله خانم، خانم تو آقای قیاسی وای 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 ببین همه تعریف شما رو میکنن، میگن آدم خوبی هستی، مهربونی، زحمت کشی. پویان یه دختر کوچیک داره، شما دلت رضا میده اون قصاص شه، این بچه یتیم شه؟ نه جون بچت. آقای سلطانی بفرمایید، راجب پویان میخواستم با اتون صحبت کنم چند لحظه. خانم بی خود افتادیدم مال کارش، مور پیکارت. آقای سلطانی ببخشید چند لحظه من وقتتون رو فقط بگیرم. آقای سلطانی یه لحظه من نگاه. آقای بی ادب، خیلی تند رانندگی میکنه. ایشون قبلا شهادت داده بود؟ شهادت داده اما به درد هیچکی نمیخورده، نه این وری نه اون وری. یعنی چه؟ این چه طرز شهادت دادنه؟ یعنی نمیدونم، خودشو بی خود به ماجرا چسبونده، معلوم نیست برای چه سودی میبره از این ماجرا. کجا علافمون میکنه تو این ترافیک، معلومه کجا هم داره میره. مونت گمش داره. ببینم من میتونم برم کنارش اینجا. عزیزم یه دقیقه شما یک. ای بابا بله اینم اومد مسجد. خیلی بریم جلوتر آقا گل. پیاده نشید. مواظب باشید.
سلام. سلام خانم، شما اینجا چیکار می‌کنی؟ اومدیم سراغ آقای سلطانی دیگه. سلطانی خانم، سلطانی که شهادت نمیده، فامیل شیر زده. اه؟ من نمی‌دونستم. صورت چی شده؟ هیچی مهم نیست، ولی بیاین تو ماشین. چراغ کیانی رو اذیت نکنن، یه زنگ شمارش هم ندارم. مشتفر چی شد؟ مشتفر چی شد؟ آها نه، میگه که گفت من ندیدم. ولی قیاسی میاد خوشبختن. اه؟ آره. خوبه؟ اون تو مشتفر انگار مثلا براشون صحنه سازی کردن، گفتن این چیزایی که ما دیگه بدون سرزو بگه پسر تو اگه مرگی مایستا چی شد آقای کیانی؟ اگه مرگی مایستا کتاب بتاشتا قوم تاتاریان اینا. یه اون آقای سلطانی رفت، نمیدونم چی گفت، اومده از یک رو سرمونو به پاک بده. نباید میومدین اینجا، اگه من دیده باشن چی؟ نه خیالتون راحت باشه، شما رو ندیدن. آقای کیانی تو رو خدا ببخشید، من همین الان فهمیدم سلطانی فامیلشونه. پس ها فهمیدم. نه بابا شما مقصر نیستید. آقای کامران ما الان فقط دنبال یه نفریم، کیو میتونیم پیدا کنیم که بیاد شهادت بده؟ هادی، هادی مهرنیا. میدونم اونا تو برنامه‌مون هست، الان میریم سراغش. خب بذار الان میتونم بهش زنگ بزنم. الو سلام علیکم، خوب هستی خانم مهرنیا؟ بله متشکرم. آقا هادی هستش؟ آه بله بله، دست شما درد نکنه. قربان شما، خدا نگهدار. همینجا تو خیابون بالاتر، خواهرش مهندسه، سر ساختمونه. آقای افتاری اینجا چنده؟ این میلیارد 22 هست. ما برای پایینم 22 استفاده کردیم، این چنده؟ این میلیارد 20 هستش. خب برای چی 20 هستش محترم؟ پایین رو 22 استفاده کردیم، سقفای بالا 20. شما هر موقع اومدی اینجا ما رو اذیت کردی. من اذیت میکنم؟ شما کارت به طور سنجا نمیدیم. من بسازیم که شما فکر میکنید که اینجا چه چیزی سلسله ما رو تام دووم نمیاره. تو ژاپن نیست که ما فقط زلزله میاد آقا. اینا با دوست 22. همین که گفتم 22. معذرت میخوام خانم، خسته نباشید. خانم من کجا میتونم آقا هادی رو پیدا کنم؟ تو راه داره میاد. شما؟ من صرفه یکی از همکاراشون اومده، پویان. پویان؟ پویان نمیدونم، حتما شاید در جریان نباشین، یکی از همکاراشون در واقع توی شرکت یه مشکلی براشون پیش اومده. بله بله خاطرم هست، خاطرم هست. یکی هم پس میدونید چیزی امروز شده؟ امروز آخر دادگاهشه و من از صبح دنبال شاهدم، یه جورای آخرین امیدمونه آقای مهرنیا که ببینیم میان شهر داره بله. میاد. من حالا یه زنگ بزنم ببینم دقیقاً کجاست. بله اگه فقط سریع یه جوری خودشونو برسونن من ممنون میشم. الو هادی جان کجایی؟ من سر ساختمونم، کی میرسی؟ باشه باشه بیا منتظرتم. آقا قدرتی دیگه اونو قطعش کن. من فکرم قضیه حل شده، قبلنم یه وکیل اومده بود سراغش. نه نمیذارن حل شه، میخواد حل شه، اجازه نمیدن. این وظیفه همکاراشه، چرا نمیان شهادت بدن؟ برای اینکه هیچکی باورش نمیشه واقعا میخوان قصاصش کنن. بعدم خیلی از شیرزادا میترسن. برای چی میترسن؟ مگه کیان شیرزادا؟ خانم مهنیا میشه خواهش کنم یه جوری برادرتون رو راضی کنین بیاد امروز حتما؟ به خدا یه جوری آخرین چشم امیدمونه. هادی به من میگفت انگار که دعواشون سر یکی دیگه بوده. فکر نکنم، برای اینکه شیرزادا مزخرف زیاد میگن، حرف در میارن یه جوری کارشون راه بیفته. خب باشه من هر جور شده هادی رو راضی میکنم بیا، شما نگران نباشین، فقط پای منتظر باشه من صداتون میکنم. خب شما الان نگران چی هستی دختر عزیزم؟ خب میوه رو که من به حامد گفتم بگیره، باور کن من الان خودم نگران تر از شما هستم. دخترم گوش بده، شما یه دونه دختر دارم، اون رو هم قراره که بدیم بره شهر شاهد. بله ساعت چند؟ ساعت او حالا کو تا شب دخترم، کو تا شب. خانم تشریف به این بالا اومد. خب دروغ گفتن بهتون آقای مهرنیا، اگه پویان رو قصاص بکنن اون وقت شما وجدانتون قبول میکنن؟ عذیتش میتونن بکنن، اما قصاص آخه با چه مدرکی؟ مثلا میگن که آثار ضرب و شتم اینا روی تن و لباسای شیرزاد بوده، بعدم دوتا از همکاراتون شهادت دادن، یکیشون گفته که فحاشی کرده پویان، یکیشون گفته هول داده این آدمو.
اگه شما نیاین راستشو نگین حرف اونا رو باور. خانم من قبلا هم که به شما گفتم من دقیقاً ندیدم که بیرون چه اتفاقی افتاد. شما درست کنار پویان بودین بعد ندیدین چه اتفاقی افتاده. میشه بگین کی دیده من برم سراغ همون؟ من چه میدونم اون همه آدم اونجا. خب اون همه آدم همه حرف شما رو میزنن. تو برو هر چی که دیدی همونو بگو. من اگه یک کلمه حرف بزنم تا آخرش رو باید برم. خب برو مسئله جون یه آدمه، آدمی که میشناختیش، همکارته، شوخی گرفتی؟ شوخی نگرفتم خانم، تو که نمیدونی قضیه چیه دخالت نکن. ببخشید شما که میدونین قضیه چیه میشه بگین ما بفهمیم؟ خانم شیرزاده یه وکیل گنده گرفتن، من اگه یه حرفی بزنم که نتونم ثابت کنم اون وقت باید من تاوان بدم. چه تاوانی؟ میخوان اخراجت کنن. خب به درک. مسئله فقط اخراج نیست که، ممکنه دردسر دیگه برام درست بکنن. غلط کردن، مگه مملکت قانون نداره؟ قانون بابا اونا قانونو میخورن یه آبم روش. تو چقدر ساده ای، فکر کردی با یه کارگر ساختمون طرفی؟ من دارم در مورد شیرزاد حرف میزنم. شیرزاد شیرزاد یا هر خر دیگه ای. به خدا اگه بخوام پاپیشت بشن خودم پدرشونو در میارم. ببخشید آقای مهنیا، من چیکار باید بکنم که شما امروز بیاین دادگاه؟ خانم من نمیتونم خودمو درگیر کنم، چون اصلا دلم نمیخواد بیفتم زندان پس فردا خارم با یه همچین آدمای عوضی درگیر شه. شرمنده. هادی شما اجازه بدین. هادی 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 جان صبر کن. گوشی. صبر کن هادی. یه لحظه گوشی. ببخشید خانم، یه لحظه ما رو تنها بذارید. بفرمایید اونور شما. بفرمایید. لاله سویشو خودت یه جوری ساکتش کن دیگه. نمیدونم تولد امیر حسین سرگرمش کن. فیلم برداری کنین. من نمیتونم الان میام. خب قربونت برم. ببینم ماشین. یه کارش بکن عزیزم. خدا هادی. وایسا ببینم. خانم شما اصلا چیکاره پویانی انقدر تقلا میکنی؟ چه فرقی میکنه؟ تو فرق میکنه شما بگو من بهت میگم. شما یکم آروم باش. شما آروم باش. هادی بیا بر. بابا من کاری ندارم، میخوام ببینم این چیکاره است. من بهت گفتم دیگه بذار خودش حرف بزنه من ببینم. من چیکارش باشم شما تشریف میارین شهادت میدین؟ خواهرش باشم، مادرش باشم، خانومش باشم، کیش باشم؟ چه شعر و ور داری میگی؟ من یه سوال از ای بابا، این آدم هیچکیو نداره، همتون میدونین. یه مادر پیر و علیل داره، یه بچه کوچولو که هیچ کدومشون نمیتونن بیان بیافتن به پای شما بگن تو رو خدا بیان شهادت بدین. این همه آدم اونجا بوده، از هر کی میپرسی میگه من نبودم، من ندیدم، من نفهمیدم. مگه میشه یه نفر مرده، یه نفر هم میخوان دار بزنن، بعد همتون همینجوری بی‌تفاوتین؟ میشه یه اتفاقی یه جایی بیفته بعد تو بگی من این برو دیدم اون برو دیدم اتفاقو ندیدم؟ هاتی خدا نامردیه. بابا تو چرا حرف منو گوش نمیدی؟ مسئله دختر است، این داره به خاطر خودش اینا رو میگه. باز میگه دختره. بابا به ما چه رفتی داره؟ کی بوده، کی نبوده، کی عاشق بوده؟ تو یه چیزی که دیدی رو بگو. بقیش به زهده قانون. قانون که از قضیه خبر نداره. مگه تو داری؟ ببینم اصلا این قضیه چرا توی قانون داره؟ مگه عشق و عاشق جرمه؟ جواب اینم من باید بدم؟ بس ببینم نکنه یه سر این ماجرام توی. تو چرا گیر دادی؟ من نمیتونم بیام. میتونی بیای. خب بگو میخوام برات مشکل درست کنم دیگه، اینو بگو. چه مشکلی؟ داداش من بگو الان تو زندان بودی، میخواستم بکشنت. من جای این دختری بدبخت داشتم در خونه در میزدم، التماس هر مرد و نامردی رو میکردم. تو راضی میشدی؟ نه راضی میشدی؟ خیلی خوب میام، ولی باید قید کارمو بزنم. بزن به درک بابا، مردش رو کارتم ببرم. بهترین شما. ببخشید تو رو خدا من عصبی شدم. نه خواهش میکنم. ببین عزیزم من باش حرف زدم، میگه صحنه مشاجره رو دیده، به جون مادرم هم قسمش دادم، میگه پویانو دیده، گفته با معرفت باش، آدم باش، داد زده رفته بیرون، حالا راضیش کردم همینو بیاد بگه. خب آخه این که به درد ما نمیخوره. چرا دیگه؟ یه دروغشون ثابت شه بقیه حرفاشون هم میره زیر سوال دیگه. بله بله، به نظر منم قاضی از همین جور چیزا ماجرا رو میفهمه. بله حالا میاد واقعا؟ مگه میتونه نیاد؟ من میارمش، نگران نباش. این شماره منه، شماره منو داشته باشین، با هم در تماسیم. من کارامو بکنم برش میدارم. دیر میشه تا رو خدا قربونت برم. نگران نباش، آروم باش. خدافظ. دستتون درد. خب ما مومنی که هیچی، گمان نکنم دیگه بتونیم میمونه پیران که شما باش حرف زدین. این آقای مومنی همونیه که اول رفتیم در خونشون دیگه. بله. ایشون چی شده که یه ها عقب کشیدن؟ این خیلی با پیران به هم نزدیکن، چیک تو چیکن. دیده پیران جا زده، ترسیده تنها بمونه، عقب کشیده. میگم الان اگر بفهمی که چند نفر حاضر شدن هر آنچه که دیدن رو بیان بگن، شاید دوباره راضی بشه. میخواییم بریم صحبت کنیم؟ صبح که داشت میرفت گفت دارم هم شرکت، من که نمیتونم برم اونجا. من برم جان؟
عرض کردم بنده به جای شما برم باش یه صحبتی بکنم. کپی بگیر خودم تفرد باش. میبینی از پویانم جوانتر بود. در صورتشون که فوت کرده بود دیگه بر نمیگرده. با مردن یکی دیگه هم من فکر نمی کنم مشکلی حل بشه. دیروز شیرزاد به دو نفر گفت سنده رو دقیقا بازسازی بکنم تا ببینیم. وقتی سنده رو بازسازی کردن ما دیدیم گفت حالا هر تصمیمی که دلتون میخواد بگیرید. خوب که فکرمونو کردیم دیدیم که امکانش بوده که اون از هم کشته باشه. منظورتون از این که میگین امکان داشته دقیقا چیه؟ تشریف بیارید. یه نگاهی بندازین. من از این فاصله چیزوری میتونستم با دقت صحنه رو ببینم. مخصوصا که حواسم به تلفن بود. میگن پویان دستش گرفته بود نرده خودش کشیده کنار. درست. ولی اگه با پاش ضربه زده باشه چی؟ آقای مومنی شما بر اساس حدس و گمان دارین قضاوت میکنین. بعدم به نظر من احمقانه است که یه نفر جلو چشم این همه آدم یه نفر دیگر رو به قصد بکشه. من گفتم از قصد کشته. بله دیگه. میگم شاید از قصد هول داده. همین. خب اگه هولش هم داده داشته از خودش دفاع میکرده. مگه نه؟ اینو نمیدونم. و چون نمیدونم بس بهتره که حرفی نزنم. چی شد آقای این کپی ها؟ آقای مومنی سکوت شما مشکل هیچ کدومشون حل نمیکنه. به نظرم چند نفر باید بیان حقیقت رو بگن. مگه نمیگه دو تا شاهد داری؟ خب بیان بگن. مگه من مخالفتی کردم؟ چیزی گفتم؟ اگه لازم نبود که ما مصدی اوقات شما نمیشدیم. قربونت برم. نمیتونم. واقعا نمیتونم بیان. آقای مومنی عزیز جونه یه آدمیزاد در خطر سرنوشتی آقای مومنی. متاسفم. خیلی کار دارم. واقعا خیلی کار دارم. دختر خانم عزیزم اسم تم یادم رفت. ببین بابا اومد خونه؟ بله اومده. همین الان رسید. خب یه دقیقه صداش میکنی این کار رو بجرد. سلام خانم. سلام. چیه بابا؟ خب میگفتی بیا تو دیگه. سلام خانم مردی چطوری؟ بفرمایید تو. چطورم که خوب نیستم آقای پیران شما. یه اومدی شب عقب کشیدی دستم رو گوشی تو پوسته گردم. حالا چی کار کنی؟ خب من گرفتار شدم نتونستم. گرفتار چی شده آقای؟ من فکر کردم این شهادت ما کار اشتباهیه. مگه میخواین دروغ بگین که اشتباه؟ نه آخه این راست ما هم کامل نیست شبیه دروغه دیگه. چه فرق میکنه خانم؟ من میدونم شما رو ترسوندن آقای پیران. یعنی چی؟ تهدیدتون کردن براتون صحنه سازی کردن دیگه خوب فهمیدم امروز همه چیو. خانم اومدم ازتون خواهش کنم به وجدانتون رجوع کنین فکر کنین به پویان. همین صحنه سازی چیه؟ مگه من بچه‌ام؟ به جون همه رنام قسم. قسم میخوری؟ آره قسم میخورم. شیرزاد منو تهدید نکرد که با هم حرف زد. روشنم کرد. روشن؟ آره روشنم که من با چند نفرم پرسجو کردم دیدم حق با اونه. آقا ما چه میدونیم آقا پویان چه قصدی داشته؟ این قصد مهمه. حالا ایشالله یه دیه ای میده چیزی میده. دیه چیه؟ شما واقعا فکر میکنی شیرزاد و معتل دیه بودن تا الان؟ میخوام قصاصش کنم. من نبینم. برو تو بابا معلوم میام دیگه. قصاص چیه؟ این حرفا چیه میزه؟ داری شما پیش قضاوت میکنی؟ بذار بابا دادگاهی وجود داره علکی که نیست. پس برای چی همه رو تهدید کردن؟ برای چی صحنه سازی؟ چرا این همه مدت تو زندون نگاش داشتن اگه فقط میخواستن اذیتش کنن؟ ببین من یه فکری کردم خانم. بزی یه دوستی دارم وکیله بهش زنگ بزنم ببینم اون چی میگه. الان زنگ میزنین؟ یعنی این همه وقت داشتین الان مشورت بگیرین؟ من خواهش زنگ نزنم خانم. بفهمید تو من کار دارم. نه بزنین بزنین بفهم. شما بفهمید تو. نه من همینجا وای میستم. فقط عجله کنین تا خدا. مخلصم آقای تابشی. چی میگه؟ آقا چرا کنی؟ نمیدونم یه جوریه فکر کنم نرم بشه. فقط میگه با وکیل باید مشورت کنم. الان میخواد با وکیل مشورت کنم. عجب آدم هایی هستن اینا. اینا به چشم خودشون هم اعتماد ندارن یعنی؟ خدا باورم نمیشه. واقعا باورم نمیشه. اومد بعد مخلص خیلی سیم. باش صحبت کرد. ایشون میگه که اگه با ظرافت هم دیده باشید بازم دلیل نمیشه. مخلصی قسنم. یعنی بفهم. میگه ببین ایشون میگه که طبق ماده 206 قانون مجازات اگه هر کسی به نیت قتل یه نفر
دست به کاری بزنه که اون کار کشنده باشه یا نباشه و اون طرف فوت بکنه، این طرف محکوم و قاتله. حالا درست آقا پویان عصبانی بوده، اصلا میگه هولش هم نداده، اجازه بده میگه اصلا هولش هم نداده، ولی قصدش که خبر نداریم، شاید قصدش مرگ اون بوده. این چه فرمایشی شما دارین میکنین؟ من که نگفتم ما که تو دل مردم نیستیم که از قصدشون خبر داشته باشیم یا نداشته باشیم. بعدم کسی که حمله میکنه مقصره، نه اونی که زده بیرون از اتاق اومده بیرون. من شرمنده ام، من شرمنده ام آقای محترم. شما تو جریان نیستی، دخالت نکنی به ما که در جریان هستی. شما در جریانی دیگه، قربونت برم. شما تشریف بیار حرف بزن، ما داریم از مرگ و زندگی یک آدم حرف میزنیم، شما تلفنی داره ماده و قانون میپرسی، این درسته؟ من مطمئن باید بشم. اونی که شما بهش زنگ زدی تلفنی حرف زدی باهاش، از قصد شما مطلعه که شما چرا نمیای شهادت بدی؟ یعنی چی؟ چه قصدی؟ چرا داری خزعبل میگی؟ مهملات. آقا شما اگر قصدی نداری بیا حرف بزن دیگه. چطور شما واقعی رو که تو یک سال اتفاق افتاده همه تونم دیدید، هیچ اطلاعی ندارین ازش، اون وقت یک چیز ساختگی رو در عرض یک دقیقه شما عالم شدی بهش رأی دادی دیگه، درسته این کار؟ به شما ارتباط نداره من چجوری عالم شدم. چرا به من ربط نداره؟ نداره به من ربط داره. شما چرا یک سالشون رو علاف کردید؟ من کارت دعوت دادم. نه میتونستم من از سراغ کسی دیگه ای الان برم. بفرمایید چطور آروم باشم؟ من از حرف بزن با دست، حرف نزن با من. اجازه بدین من یه از صبح تا حالا دارم میبینم شما هی عز و التماس میکنی به اینا، اصلا جواب نمیدن. اینا باید بدونن شهادت دادن تکلیف حق نیست که شما هر وقت دلت خواست بیا شهادت بدی، هر وقت دلت نخواست ندی. آقا چیزی رو که با چشم خودش دیده، زنگ زده به یک آدم دیگه ای که اون آدم اصلا ندیده، بهش میگه ببین عزیز من خوب دیدم یا ندیدم. این حرف متخصص این حرف بازی خانم. اینا به خاطر دوزار حقیقت رو دارن پنهان میکنن، شرافتتون رو دارین زیر سوال میبرین. تو داری تو بی شرفی که بالا شدی در خونه مردم داری داده میدی. صحبت کن شما، بیا تو رازا حرف بزن، مرد باش نترس. من مردم، تو اتفاقا نیستی که اومد در خونه. ببین آقای محترم، من اگر میخواستم اجازه بدی من اگر این تو بودم میمدم در خونه شما چک دهنمو باز میکردم. هر چیزی نگفتی ما به شما، من به شما دارم میگم بیا حقیقت رو بگو عزیزم. شما بیا بگو اگر کشته، بیا بگو کشته. چرا من بگم اگر نکشته؟ به خاطر دوزار شرافت تو لگد مار. برو بابا عزت تو گلم. درست درست الان من دو کلمه حرف حق زدم، شما داری به من حمله میکنی. من قصد به شنوای کاری تو رو خدا، من به شهادت شما احتیاج ندارم. قضاوت تو که شما داری احمقانه میکنی. شما به شنوای تو رو خدا آروم باشین، خواهش میکنم. خواهش میکنم شما آروم باشین. اینجا اومده جلو خونه من برای من اختشاش میکنه. من مسلطم آقا. بابا من عذرخواهی میکنم، دست خودم نبود، یه لحظه عصبی شدم، باید ببخشید. ببخشید آقای کیانی، میشه منو دم یه آژانس پیاده کنین؟ نه اصلا حرفشم نزن. نه میخوام بقیه راه با یه ماشین دیگه برم، چون اصلا صحبتشم نکنم. اینقدر من شرمنده شما امروز که اصلا فکرشم نکنید من شما رو وسط راه، اصلا امکان نداره. فقط بگین چیکار باید بکنیم. بگین کسی نمونده دیگه. خب حالا شما اینقدر ناامید نباشین، تا دادگاه حکم بده و بعد بخوان قصاصش بکنن اینا زمان میبره. بلا نه اینایی که امروز نیومدن دیگه هم نمیان. واقعا هیچ کس نمونده؟ یکی هست ولی نه آخه یه امتحان بکنید دیگه. آه الو آقای زاکری،
ببینین من 2 میلیون به شما میدم، برای اینکه 4 میلیون بدم خوبه؟ آخه شما چرا اینقدر اصرار میکنین؟ ای بابا، یعنی با پول راضی نمیشی توی همچین موقعیت همه گیر انداختی کوتاه نمیای؟ خانم فرودی رسیدین، پول نقد بهش ندین، یه چک بهش بدین، بعد که اومد شهادت داد اون وقت حسابتون پر کنید. به جان بچه ها من این ماشین رو باش کار میکنم و عمراتم رو میگذرونم، ولی اگر بدونم که جون یه آدم میزد آقای کن، من خودم از پسش برمیام. خانم فرهودی، کیفتون خانم؟ ببخشید، مرسی. شما مطمئنین که خوبین دیگه ها؟ میخواین بیام؟ نه، یه کارش میکنم دیگه. شماره منو که دارین؟ شماره؟ کردین؟ نگران شدم. تموم شد، قبول کرد. آقای قیاسی بالاتر منتظره. سلام. 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 بابا مذاکری خوبی؟ تو مخلصم شما؟ خوبی؟ چه خبر؟ رفتی که رفتی یا کجایی الان؟ ما همش تو کارو پیکیم دیگه، فرقی نمیکنه. عذر میخوام، شما هر دو با چشمای خودتون صحنه رو دیدید دیگه نه؟ بله، آزاکر اون روز دقیقاً بغل دست من وایساده بود. اون روز شیرزاد اومد چند تا کاغذ پر کرد تو صورت پویان، پویانم عصبانی شد رفتم در. بعد دم در با هم دیگه گلاویز شدن، بعد انگار شیرزاد نمیدونم چی گفت که پویان گفت برو آقا، رفت وسط راپلا. شیرزاد اومد این یقش رو بگیره محکم پرتش بکنه که یه دست خودش برشد با کله رفت پایین. انده خدا سرش اینجاش گیزگاش خورد به
یه جای تیز میله بود فکر کنم خورد به میله تیز دیگره اونجا فوت کرد خدا بیامرزتش. آخه ما شنیدیم که آقای پویان رفته با آقای شیرزاد گفته اگر مردی بیا بیرون حساب تو بسن درسته؟ همچی چیزی هم نگفت، گفت نمیدم ادب داشته باش آداب داشته باش چی چیز توی این مایا گفت درسته آزاکری؟ گفت معرفت داشته معرفت داشته باش آره گفت معرفت داشته باش. شما هنوز هم اونجایی نه؟ من؟ آره نه یه چند وقتی هستم آدم بیرون اونجا عاقبت نداشت ما هم شیش ماه الکی خودمون اونجا علاف کردیم پویان بیچاره هم سر هیچ خودشو بدبخیه قدام سر هیچ نبود سر این دختره بود دیگه دون دختره خانم افشار همکار من دیده بودش آره اتفاق صبح اومده بودن دنبال من ولی آقا پویان اهل این حرفا نبود آدم درستی بود اون چیزایی که اهل و نااهل میخواد قربونت دختره به مسعود راه نمیداد دوربر پویان میفله که یه دونم هرسش گرفت سر امینم مرد بی خود برای مردم حرف در نیاریم حرف کدومه خانوم دختره را اصلا به خاطر همین مسئله از شرکت انداختن بیرون نه خیر به خاطر این مسئله نبوده اومده شهادت داده این خانوم که پویان بیگناهه به خاطر همین هرسشون گرفته بعدم خودش نامزدش درگیر شده از هم با شیر زدن نامزد؟ کی این حرفا رو به شما گفته؟ وکیل پویان اشتباه کرده دیگه مثلا نامزدش نبود داداشش بود همه میدونن برید بپرسی اینجور وقتا حرف زیاده نباید زیاد به حرف مردم گوش داد دروغه بابا بی خود میگن این شیر زدم اینا پا رو دومشون که میذاری یا جیکسنی وسط حرف در میاره حرف چی قیاسی جون حقیقته بابا دختره قرار بوده با مسعود ازدواج کنه حالا به هر دلیلی نمیخواسته چی شده جا زده مسعودم خب براش سخت بود دیگه این همش دور و بر پویان میپلکید نمیتونست تحمل کنه یه کاری میخواست بکنه که زیرا به پویانو بزنه واسه چه بندازدش بیرون ولی خب نمیتونه آقا اینجور حرفا بین مردم یک کلاغ چل کلاغ میشه به خدا تش هم که بری ببینی هیچ ماجرایی نبوده من یه ماجرایی برای شما تعریف کنم یکی از خواستگارای دختر من که ناآشنا هم بود من رفتم توی محل تحقیق کردم دیدم که هزار جور حرف پشت سر این بند خدا میزنن بعد گیج شده بودم اصلا تصمیم گرفتم خودم باش ارتباط برقرار کنم در صورت رفتم ارتباطم برقرار کردم دیدم که اتفاقا بسیار پسر مؤدب و پاک و پاکیزه ایشون اصلا خودم بهش گفتم که بیاد خواستگاری دخترم اصلا هیچ ماجرایی نبوده زیاد گوش ندی فرهودیم خانم مهریا ببخشید من میتونم چند لحظه ببینم الان کجا این شما من که از جزئیاتش خبر ندارم چی بگم نه من با جزئیات کاری ندارم میخوام بدونم فقط رابطهشون چجوری بود پویان کار خاصی نمیکرد ولی این دختره افشار خیلی دور و برش میپلکید قبلا هم به خاطر این خانم با هم درگیر شده بودن آره ولی هر بار شیرزاد بهش گیر میداد مثل اینکه قرار بود این دختره افشار با شیرزاد ازدواج کنه بعدن زده زیرش همچین چیزایی یعنی پویان باعث شده بوده نمیدونم ولی بعضیا میگفتن همه این اتفاقا زیر سر دختره بود یعنی ممکنه اختلاس هم کرده باشه حتی بعید میدونم بهش چسبوندن بتونن راحت اخراجش کنن ببین اون وقت تو داری از همچین کسایی دفاع میکنی من دفاع نکردم خواهرم تازه گفتم شاید ممکنه این وقت هم دختره واقعا این کارا رو کرده باشه خواسته تلافی پویان سرشون در بیاره کسی چه میدونه نمیدونم احساس میکنم شما دارین همه چیو به من نمیگید ببینید خانم من فقط میدونم که این دختره خیلی دنبال پویان بود ولی اینکه پویانم اونو واقعا دوست داشت یا نه حقیقتا من نمیدونم پس این قضیه خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست خیلی ممنون ببخشید مزاحم شدم خانم ما نیم ساعت دیگه دادگاهی بله لطف میکنید آقای کیانی میشه چند لحظه به این خیابون فرصت فرصت؟ دیر میشه عزیزم شما هم وسط معرکه خوب شوی را انداختی ها من؟ نهله دیگه شو چیه قربونه
من اون چیزی که بود گفتم، حقیقتو گفتم. منم خیلی چیزا رو میدونم که حقیقته، باید بگم. نه ببینم، من این میپرسم که اگر رابطه بین شما بوده احیانا، میشه فکر کرد که خب شیرزاد حسودی میکرده، اصلا علت دعوا این بوده، برای این میپرسم اصلا. رابطه که نه، ولی من بهش علاقه من بودم همین. بله قرار بود تو با شیرزاد ازدواج کنی دیگه، نه؟ اصلا همچین چیزی نبوده. شیرزاد؟ خب اگه پویانو انقدر دوست داری، چرا نمیایی دادگاه شهادت بدی حرف بزن؟ قبلاً هم بهتون گفتم نمیتونم بیام. یعنی فقط به خاطر ترس میذاری این آدم مثلا یه بلایی به سرش بیاد؟ این چجور دوست داشتنیه؟ من اگه میترسیدم از همون اول وارد این قضیه نمیشدم، یا نمیذاشتم برادرم بره باشون درگیر شه. شاهد قتلم باید حتما یه مرد باشه. خب تو قبلاً هم به عنوان مطلع اومده بودی دادگاه. خب بازم این کارو بکن. مطلعی که خودش بر اساس یه سری مدارک و شواهد متهمه، صلاحیتش میره زیر سوال. تازه کاش که فقط اختلاس بود. میدونین شیرزاد میدونه که من به پویان علاقه من بودم، اینو با شهادت خیلی ها میتونه تو دادگاه مطرح کنه. خب بکنه. مثل اینکه نمیگیرین، اگه مطرح کنه انگه یه رابطه نامشروع به این میچسبه، پای منم میاد تو این پرونده و کار پویان از اینه که از خیلی سخت‌تر میشه. دوست داشتن که رابطه نامشروع نیست. خب نامشروعش میکنن، کاری نداره که. فقط کافیه یه جوری واسه قاضی مطرحش کنن که دوچار شک بشه. این شیرزاده رو من خوب میشناسم، شما اونا رو خوب نمیشناسین. مثلا همین دوتا شاهدای پویان، شیرزاد تا روز آخر بره خودش نهیوار خودش رو زد کوچه علیچه، انگار که من از هیچی خبر ندارم. حتی نمیدونم یه شب قبلش چجوری رفته اون رای اون بند خدا رو زده که خودشون هم نفهمیدن چی به چیه. ببین توی این ماجرا یه نفر مرده، یه نفرم که تو وضعیتیه که خودت میدونی. من الان فقط میخوام واقعیت رو بدونم. واقعیت رو میخوای بدونی؟ پویان اونو نکشته. نه منظورم از واقعیت این نیست. چی؟ صبح الکی گفتی دنبال کارهای همکارتی، در واقع پیگیر کارهای عشقت بودی، نه؟ تو هم همچین آدم راستگویی نیستی، گفتی همکار وکیلشی در صورتی که پرستار دخترشی. درسته زاکری گفته؟ پویانم تو رو دوست داشت؟ سوالم جواب نداره؟ بعضی سوالا جواب نداره، اونایی که داشت تو گفتم. چیکار میکنه اینا؟ نمیدونم. خانم چی شد؟ داره دیر میشه؟ من نمیتونم بیام آقا کیانی. یعنی چی نمیتونم بیام؟ شما کارو تموم کردی اون وقت؟ خستم دیگه، نمیتونم ادامه بدم، ببخشید. ای وای، ببین دختر، من از صبح تا حالا فهمیدم که پویان چقدر برای تو مهمه، چقدر ارزش داره. پس زیاد به حرف این آدم ها گوش نده. این جماعت از صبح تا حالا یه قضیه رو ده مدل تعریف کردن، تو که نباید گوش بدی به اینا. بذار وقتش برسه، اون وقت همه چی روشن میشه، میفهمی کی به کیه، چی به چیه. آقای کنی میشه لطفا شما اینا رو ببرین دادگاه؟ واقعا نمیتونم. نه نمیشه، 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 خودت هم باید بیایی.
دختر حسابی، الان که دیگه فقط پویان مهم نیست، اون بچه بیگناه، اون مادر پیر علیل، این همه تامون دادی. یه قدم عقب بکشی دختر جون، خودت باختی، فقط فقط خودت باختی. معطلش نکن دیگه، دیگه به من احتیاجی نیست، وکیلش بالا منتظره. اینجوری نگام نکنین آقای کیانی، به خدا پاهم دیگه نمیاد. دقیقا همون چیزی رو که با چشای خودتون دیدید همون رو عنوان بکنید تو دادگاه، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. متوجه شدین؟ خیالتون راحت، حواستون هست. بشینید و صداتون کنم. ممنونم، مرسی. شما اینجا چی کار میکنید؟ اومدید شهادت بدید ها؟ عزیزم اینجا خیابون نیستش که شما ساکت. تو که تکلیفت روشنه، حرفت واسه خودت هم سند نی. جناب علی هم اینقدر پیش ما داری که واسه آب خوردنت کافی باشه. چی پیش شما دارم؟ جز اینه که بهم تهمت زدین و تمام چک و سوفتوامو گرو نگه داشتین؟ به تهمت زدین؟ بله. وقتی واسه رو کردی میفهمی. امروز اینجا جاش نیست. ما هم شور بچه گیر آورده، فکر میکنه هر بابا همه هست. زیپی چی؟ زیپی؟ زیپی آقای زاکری یه لحظه تشریف بیاریم. برای چی؟ یه چند لحظه تشریف بیاریم. فکر کنم میخوام به ترسنش. شما این بار پیشتوسی؟ گیو من زاکری. زاکری ها نه، زیاد نه، این حسابدار بود دیگه تو همون شرکتی که ما بودیم. اون خانمه. با کنون خانمه؟ همون خانمه که اومدن دنبال ما، خانمه افشار دیگه. ها ها آقا تشریف بیاریم. آقا که ببخشید یه لحظه تشریف بیاریم. ببخشید آقا، صبح که خانم اومد دنبال من یه هویی اومد، من اصلا فرصت نداشتم فکر کنم، ولی الان به این نتیجه رسیدم که شهادت دادن من به صلاح نیست. یعنی چی آقا؟ الان چه وقت این حرف هاست؟ چه حرفی آقا؟ میگن که شهادت دادن شرایط داره، خب من شرایطشو ندارم. ازا اجازه بدین آقای مکمندی، شما که رفتین داخل این آقای نشونو کشیدن کرا، نمیدونم این رسم مردونگی نیست. مرد حسابی ترسوندنه؟ مگه میترسیدم که نمیومدم اینجا قربون شکله. من تلفنی پرسیدم، گفتم به صلاح نیست من شهادت بدم. شما ندیدم که شما اس ام اس زدم. چرا اس ام اس میخواین نشونت بدم؟ بیا ببین. شما که چند لحظه پیش گفتی که من همه چی رو دیدم. بله الانم میگم دیدم، میگم کامل ندیدم، چون کامل ندیدم. خب شما هر چی رو که دیدی تو دادگاه بگو، قاضی خودش تصمیم میگیره. محتسبم نمیتونم، ببخشید. آقای زاکری این کار غیر انسانیه. آقای زاکری پیشنهاد بهتری بهت دادن. نه چرا مزخرف میگی مرد هستی؟ چه پیشنهادی؟ پس چرا عقب کشیدی؟ نمیخوام دروغ بگم، جرمه. تو نمیخوای دروغ بگم؟ بله من نمیخوام دروغ بگم. خیلی دلم میخواد. یعنی آه چی؟ بگو دلت چی میخواد؟ هیچ، برو جوابت با خدا. چک رد کن بیاد. چک؟ کدوم چک؟ کدوم چک؟ همون چکی که خانم بهت داد. آه خودم بهش میده. یادت باشه من پشتشم. باشه یادم هست. رفت؟ بله دیگه. یه نفر کافی نیست، نه؟
نه متاسفم. جناب آقای مکفندی، من رو ببرین داخل. شما رو برای چی؟ من شاهدم. خب، متهم حرف دیگه ای ندارن؟ نخیر آقای قاضی. من حرف دارم آقای قاضی. بفرمایید. پای یکی دو نفر دیگه هم تو این پرونده هستش که اسمشون رو اینجا نیوردین. اینجا هم نیستن. وکیلتون اینو مطرح کردن خانم. قبلا بررسی شده. پس چرا دعوتشون نکردی؟ لازم نبود. یعنی چی آقای قاضی؟ بفرمایید بشینید خانم. بفرمایید. آقای رحیمی. بله. این اسناد زمینه پرونده کنید. اسامی شهود دادگاه بعدی رو هم به ترتیب اعلام کنید. چشم. شهود حاضر هم دعوت کنید تا بیان جایگاه. بله. آقای کیانی. بنده؟ بله شما. بفرمایید جایگاه. صبح تا حالا هرچی دیده بودم تو دادگاه گفتم. اینجا رو پاک کنیم. ممنون. آقا شهرمنده، من اصلا نمیدونم واسه این پولو قبول کردم. ما تا حالا این پولو نخوردیم. من راضیم این پول حقتونه برای اینکه کارتون نتیجه داد باشه. نه نه، پیش شما باشه. من میخوام اگه صحابی هم هست توش شریک باشم. ممنونم آقای ریزی. شیشو آکی یعنی سازی در خودوز نیز ما را یاری نکرده. کودکان در برابر بیماری ها از جمله آنفولانزا آسیب پذیر ترند و از این رو نقش والدین در پیشگیری از ابتلا دانان به بیماری ها بسیار با اهمیت است. همکارم اقبالی بکنم. بله. یه لحظه گوشی. میگه امروز چند نفر قرار آزاد بشن، باید صبر کنیم. باشه. بگو دخترم عزیزم این حرفا چیه میزنی؟ کی گفته اینا رو؟ هنوز هیچی نشده داری قضاوت عجولانه میکنی، درست نیست. اصلا از این حرفا نزنی.
کودکان رو از تماس با دود سیگار دور نگه دارید، چون تماس با دود سیگار خطر ابتلا به بیماری های تنفسی را در دیگر میتواند.